خبر ترانه رو شنیدی؟ آره، وقتی کم شایعه و خبر شایعه و عکسای جعلی زیاد در رابطه با این مسئله اومده بیرون. چند وقت پیش مادر ترانه علیدوستی ویدیویی رو منتشر کرده بود و خبرهایی هم منتشر شده بود در رابطه با سلامتی این هنرمند کشورمون و همه رو نگران کرده بود. ولی مشکل اینجاست که بعد از بیرون اومدن یه خبر حالا ناراحت کننده و تلخ، یه سری شروع میکنن به تولید محتوای جعلی و فیک، مثلا عکس جعلی درست میکنن، خبر جعلی درست میکنن، ویدیوی جعلی درست میکنن. خب چرا این کار میکنن؟ مثلا الان یکی از عکسایی که منتشر کردن این عکسه، عکس ترانه علیدوستی توی بیمارستان با پدرش، در صورتی که این عکس جعلیه، عکس اصلی اینه. درسته، آره، قدیمی. عکس مهران مدیریه که رفته بوده عیادت الناز شاکردوست مثلا چند ماه پیش، این عکسو رفتن فتوشاپ کردن، تغییر دادن، مثلا اینو درست کردن که ویو و لایک و کامنت و اینا بگیرن، که آخه بس آخه برای چی؟ حالا ترانه عزیز خودش توی پیجش یه مطلبی رو استوری کرده بود و گفته بود، همینجوری خودش هم توضیح داده بود که در واقع داستان و خبر صحیح اینه که من حالا این خبر رو خودم از روی همین پست میخونم که همه هموطنان هم در جریان باشن دقیقاً چه اتفاقی افتاده. ترانه علیدوستی حدود 6 ماه پس از آزادی خود از زندان دچار بیماری به نام سندروم درس شده. این وضعیت زمانی ایجاد میشه که سیستم ایمنی واکنش بیش از حدی به برخی داروها نشان میده و در نتیجه باعث ایجاد علائم متعددی مانند تب، ناهنجاری‌های خونی و التهاب اعضا در سراسر بدن میشه. بیماری خیلی خطرناکیه و خیلی هم دردناکه، به خاطر اینکه پوست خشک میشه، میریزه، کبد ممکنه از کار بیفته، مو ریزش پیدا میکنه، مشکل وزن ایجاد میشه. بعد بیماری خیلی سختیه، ولی خب خوشبختانه ترانه علیدوستی به موقع متوجه وجود این سندروم شده و درمان‌ها و مراقبت‌های لازم رو از ماه‌ها قبل در سکوت انجام داده و پس از پی گرفتن چندین روش درمانی و دارویی در نهایت تونسته این سندروم رو کنترل کنه و به شرایط نرمال نزدیک بشه و این درمان‌ها به صورت دوره‌ای و برای رسیدن به سلامتی کامل ادامه خواهد داشت. یعنی این حالا خبر خوشحال کننده ایه، ولی ترانه علیدوستی هنرمند بسیار با استعداد، توانمند و با شرفیه. هنرمندیه که همه زندگیش رو برای در کنار مردمش بودن داده، بهای گرانبهایی رو داده و فکر میکنم عادلانه نیست، انسانی نیست که ما عکس‌های ترانه رو برداریم، فتوشاپ کنیم، با ویدیو، با ای آی روسری سرش کنیم توی بیمارستان. این کار درستی نیست و بهتره که براش آرزوی سلامتی بکنیم. همیتون. و من به احترام ترانه ایستاده تشویقش میکنم به خاطر همه شرافتی که